بهارم دیدن لبخند یاره، بهارم دیدن لبخند یاره، چه زیبا میشه با یارم بهارم. ای عزیز یار گل ما، جون گل ما، یار گل ما، مری با گرد نگا خوب گرهی در دلم افتاد با خوب گرهی در دلم رنجی نداره گرهی در دلم رنجی نداره دل رنجی در از خود رضا کو. ای عزیز یار گل ما، جون گل ما، یار گل ما، چراغان شد شبم از روی ماه، خدا یار گل ما، جون گل ماهی، شدم محو تماشای نگاه، خدا یار گل ما، جون گل ماهی، رسیدی قصه هجرون سر من، رسیدی قصه هجرون سر من، بذار تا من ببوسم خاک را. ای عزیز یار گل ما، جون گل ما، یار گل ما، یار گل ماهی، گلم یار گل ماهی، یار گل ماهی، گلم جون گل ما، یار گل ما، یار گل ماهی. حسین سلام، سلام واجب نیست اما جوابش واجبه. سلام کردن. علیکی سلام. چی میخوای مصیب؟ چی کار داری؟ از کجا میدونستی من اینجا؟ یه پالای 50 سال ما با هم رفیقی، من خوب میدونم وقتی رفیقم سخت گرفتار بشه کجا میشه پیداش. رفیق؟ تو رفیق منی؟ نیستم. دم یه رفیق مثل داشته باشه اصلا یه دشمن نداره. وای سبی، نه مرد سبی، مگه من چیکارت کردم؟ چیکار کردی؟ موسی بگو چیکار نکردم؟ دار و نداره منو، هست و نیست منو گذاشتی تو اون خبر انداختی تای دره. مرد حسابی، بعد 15 سال به جای اینکه دعا کنی من زنده موندم هنوز داری اون خبرو میکوبی تو کله من؟ خیلی خوب دیگه، خب شمسی آبرو منو بردی. مرد حسابی این همه مهمون 15 نفرشون کشته رفتن. تقصیر خودت بود، من اون روز فکر گنجیشگاهی تو باخچرم کرده بودم، تو سر خود رفته بودی رفیقای سندیکا رو دعوت کردی آوردی 15 تا قضا کم اومد دیگه. قضیه سوسن؟ قضیه سوسن چیه؟ خودت نزن به اون رامازه، تو خودت میدونستی من دوست دارم اسم بچه هم با ب شروع بشه، اولیش بهاره بعدش بهنوش، میخواستم اسم یکی بذارم بهناز. قربون تو من برم، ببین چند بار بهت گفتم تو اون روز مسافرت بودی، این بچه به دنیا اومده بود، باید میرفتیم شناسنامه میگرفتیم، منم اسم سوسن رو دوست داشتم اما خب بچه دار نشدم، اصلا ازدواج نکردم، اسم این بچه رو برشتم سوسن، خب کردم، ده بارم ازت معذرت خواستم. بگذاریم، من تو رو میشناسم حسین، مشکل تو اینایی که گفتی نیستش، مشکل تو که تو رو کشونده اینجا اون عشقیه که افتاده تو دلت، دیشب بهادر همه چیزه به من گفت.
بهادر گفت. غلط کرد بهادر. بهادر چه ربط داره؟ به بقیه مربوط نمیشه. مگه من خلاف شرع میکنم؟ مگه من خلاف عرف میکنم؟ مگه من گناه کردم؟ به تو مربوط نیست موسیقی. خیلی خوب، پس ما هم رفتیم. موسیقی میخواد چیز بگی. حسین جان قرمون تو هم برم. این چک ماره توه. چیه؟ مال چیه؟ بابت خسارت کامیون رو بردی. تو چیکار داری؟ موسیقی کفتراتی فروختی؟ آره کفتران فروختم، فدایی یه تاره موند. نه حرفا چیه رفیق؟ و اما بعد قرمون تو هم برم، تو کار خبتی نکرد. هم برای خارزاده های من پدری کرد، هم با هر بیار تو رو دارن زنده زنده بسیده. همزه خجالت میکشم. از چی خجالت میکشی؟ ای کف کردی؟ بلنش بریم بیا. اما اون روز تو بی خودی مهمون زیادی دعوت کردی بودی تو اتحادیه و همین این تقصیر من نبود. دلم واسه تون یه ریزه شده. ای دل خدا بیامرزه مادرتون. خدا بیامرزه. بیا تو حسین. حسین اینم از بابات خانم قدرشو بدون. قربونت برم. آقا جان خوش اومدیم بخونه خودتون بفرمه. بفهم آجی را خوشه تو من؟ فکر میکردی یه روز آقا جونو داری با هم ببینیم؟ خانده ای خونمونم نورانی کرده بسا دیگه کاری بانه بیشتر سلام بزنی موتور تو داده بیتون بفهم دایی جون هرچی دوست داری به گواسط درست آجی بده من اینو بده من اینو بده من سنگی بده من سنگی جمع جورش کن خاک و بریز دوش. من وقت ندارم. حالی من سوسن جان، بهنوش جان، بهار جان، شکلات دایی نوکرتم. دایی جان اگه شماها 35-6 سال باباتون رو میشناسین، من بالای 50 سال با این مرد رفیقم. این مرد واقعی. حسین قبل این که من درس مادرتون خدا بیامرز رو بذارم تو درسش، همه جوره امتحانش رو من پس داده. پاکه پاکه. اگرم این روزها دیدین که یه نموره زیرابی رفته، اونم به خاطر شماها بوده. از گل روی شماها خجالت میکشیده. بابا 2 روز دیگه شماها ازدواج میکنه، میری سر خونه زندگیتون. درسته که بهار با میشینم، اما تو هم یه روزی بابا جمعه عشق که اومد در خونه تو زر ازدواج میکنیم. اون وقت این مرد یکی و تنها میمونه تو این خونه با این در و دیوار. به خودش میاد میبینه مثل من شده. مادرتون خدا بیامرز، خدا رحمتش کنه، اون مرده. این که نمرده که، داری زنده زنده میکنین زیر خاک. ما غلط بکنیم دایی؟ در حال اگر شماها آستین بالا نزنین، من خودم آستین بالا میزنم، این دوتا رو به هم میرسونم. یه خود دانید. ممنون نوسیم.
دایتون گردنتون حق داره. حالا چه شما قبول کنید من با شاهین خانم عروسی کنم، چه قبول نکنید، تو یه چیز فرق نمیکنه. داییتون از امروز با ما زندگی میکنه. این خونه برای همه جا داره. اه با بزن دست قشنگه رو. جانه از کجا؟ الو اجازه بدید از اونی خط نمیده یه لحظه کشی کشی. بله بله فهمیدین از کجا تماس بگیر؟ خانم دکتر؟ بله 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 در خدمتی. سلام هستو خانم دکتر، با کوچیک شما این خجالت مونده یا خانم دکتر؟ شماره تون از پرهام گرفتم، خواستم دیشب زنگ بزنم ولی گفتم شاید بد موقع است. پدرم و پرهام گفتن شما چی کار کردین؟ شما خانواده ای من دوباره دوره هم جمع کردین. نمیدونم واقعا چجوری تشکر کنم. این همه محبت، انسانیت، واقعا نمیدونم چجوری جبران کنم. میتونی خانم دکتر جب... یعنی که ببخشید مثلا که نیازی به جبران نیست خانم دکتر، اختیار دارین، وظیفه‌مون بود. آقاتون چیزی نگفتن راجع به ما؟ مامانم میخواست از شما تشکر کنه، من به جای مادرم از شما تشکر میکنم. خواهش میکنم خدمتشون بفرمایید. خیلی چاک پاکریم، خیلی نوکه پاکر. ببخشید بفرمایید که خیلی مشتاق دیدارشون هستی. خواهش میکنم این حرفش چیه؟ فقط یه عرض دیگه هم داشتم. خانم ببخشید آقای صدر اینجا منتظریم. ببخشید معذرت میخوام. خواهش میکنم الان میام خدمت. سریعتر. خواهش میکنم ببخشید. ببخشید ما فردا برنامه کو گذاشتیم دوباره. خواستم ببینم اگه علاقه دارین فردا تشریف بیارین، خوشحال میشم. علاقه دارم. خانم دکتر اون دفعه که خدمتتون عرض کردم بنده از مددجویان سابقه دار، متعهد و خودجوش محیط زیست هستم. بله خوراکم هم حفظ و مراقبت از لایه‌های اوزونه. بله اوزونبانی بیش نیستیم خانم دکتر. خیلی خب پس فردا دیگه منتظرتون هستیم. کوچیک شما این با 800 تا کیسه زباله صبح میام خدمتتون. خیلی خوشحال شدم. خداحافظ شما. خداحافظ. توه؟ آره سرمون هستی؟ آره اوتو بکنیم یکتیم خوشیه دیگه، چرا اومدیم اینجا سرمونی ما؟ من خوشیه آدمی زاده دیگه. آسه این سالو پوکله یا شوشی شلو رسه در نکنم. اسیر رو اشتباه گرفتیم با ایمون. چطوره الان دایی؟ بمیا گلاد شیش ماه زده، تا شیش ماه همینجوری صاف میمونه. مطمئنی موها تو که اینجوری کردی دختر خوشش میاد؟ آره دایی خوشش نمیاد که این کارو نمیکردیم. آمارش از پرام گرفتم، فهمیدم چی دوست داره چی دوست نداره. از موی فر و سیبیل و نمیدونم خالکوبی و این زخاربازی ها اصلا خوشش نمیاد. رفتیم موها رو که دادیم گلاد کردن صافش کردن، گفتیم به دلش باشیم. سیبیل هم دیدیم اوف داره بزنیم دایی، نادخه. خالمونم که رفتیم استابلایزر کردیم زدیم ترکوندیمش دیگه، الان همش پاک شده، کامل به دلش اومدی. فردا بزنه یه بادی هم بیاد دایی اینا اینجوری تکون بخوره دلش قنج میره. دایی پس حتم داری که میخوای پا جلو بذاری؟ آره دایی لفظی میای یا بابا صحبت سه تا بچه است، افسانه فرزانه پروانه. نگرانیم اون سر و سامون گرفتن آقا جون بود که به لطف شما انجام شد. دایی جون دوماد شدن بچه بازی نیستا، مسئولیت داره، جربوزه میخواد. کلو مطمئنی که مرد زندگی هستی؟ نیستیم ایشالا که هستی. نبودیم دایی ولی میشیم. فردا میخوام بیافتم دنبال کار، برم یه فلافلی دوباره بزنم، دستی حاملرم بگیرم بیارم بیش خودم کمکش کنم. بگیر نشود بیام همون بیزنسی کفتر رو با هم را بنزیم دایی. برم میمونه آقا جون که دیگه دستتو میموسه دایی، کار خودت. راستیتش دایی خودم روم نمیشه باش چش تو چش و فیس تو فیس مذاکره بکنم. میدونی تو چشاش یه بغضی داره دایی، حالمو خراب میکنه. باش صحبت تا ما میریم در با میکنیم جون دایی، مخواه این ستاب جلو بزن، مخواه آقا جونم بزن، ببینم چی کار میتونی واسه ما بکنی. آقا جونو چجوری دامادش کردی ببینیم واسه ما میتونی کارو بکنی یا نه. کیه؟ <تص->
سلام آقا بابا. پاد چطوره؟ اینجا چیکار میکنی؟ آدرس اینجا را کجا گیر آوردی؟ یه بار دنبالت اومدم اینجا را پیدا کردم. چیکار داری؟ میخوام با تو حرف بزنم. پام خوب شده؟ غیر از موضوع پات. غیر از موضوع پات دیگه چه حرفی داری واسه گفتن؟ میشه خواهش کنم ازت بریم با هم تو ماشین با هم صحبت کنیم، یه دوری هم با هم زدیم. ما خودمون اصلا تله بذاریم. حالا تو واسه ما میخوای تله بذاری؟ میخوای ما را محدوده خارج کنی گیرمون بندازن؟ آره. محدوده؟ محدوده چی؟ نمیدونی محدوده چی؟ محدوده خانواده دیگه. تو میخوای ما را از محدوده خانوادهمون خارج کنی. من از محدوده خانوادهم بیرون بیا نیستم، فهمیدی؟ همچین قصدی ندارم آقا بهادر. قصد چیه؟ راجع به خانم دکتر. خانم دکتر چی؟ خانم دکتر چی میخوای؟ چی میخوای بگی؟ بهادر. بله دایی. الان میام. اینجا تکون نمیخوری تو دیگه. جونم دایی. با کی داری حرف میزنی؟ به همین دکتر راستکی هست، همون که دور بر مطبمون میچرخید. میباس حالیش کنن دیگه نچرخه. مطبمون؟ کدوم مطب؟ مطب خانم دکتر دیگه، عیالمون. خب اینجا چیکار میکنه؟ میخواد با ما حرف بزنه. شما یه استراتی بکن، من میرم کاراشو راستریز کنم، زود برمیگرد. مگه نگفتی برم با خانواده صحبت کنم؟ خب دارم میرم پیش اونا دیگه. دایی امشب خانواده رو بیخیال شو. دایی جون نری شهر را بندازی ها. ببین اینا تازه دوره هم جمع شدن، همه خوشحالن. نه دایی شهر چی؟ قول آخرشه، بعدش کنم تمومه. دایی جون تو اصلا میدونی چرا خداوند یه دهن به آدم داده اما دوتا گوش داده؟ چون دوتا چش داده. نه دایی جون، خب دوتا هم دست داده، دوتا هم پا داده، برای اینکه دو برابر اونی که حرف میزنی با این گوشات گوش کنی. برو ببین پسره چی میگه، حرفاشو بشنو. دایی طرف سمجه، حرفاش غیرتی میکنه، چی رو برم بشنفه؟ دایی جون قربون اون دل عاشقت برم، آدم باید بره حرف دشمنش هم گوش کنه. برو ببین پسره چی میگه. باشه دایی، میبین بشنفه. با اجازه. کجا؟ اینجوری میخوای بری؟ چه ریختی برم دایی؟ یه لباس تو بپوش، پیژامه پاته. یه دقیقه بایی سلام برم گیرم، بپوشم بیرم. خب بگو چی میخواستی بگی؟ 6 سال پیش تو دانشگاه با خانم دکتر آشنا شدم. من سال سوم دانشجویی، خانم دکتر سال اول. واسه چی آشنا شدی؟ تو سیای دانشجویی دیگه، بابت نوشتن مقالات و رفتن اردوهای دانشگاهی. اه با خانم دکتر اردو هم میرفتی؟ آره یه دو سه بار. تاشو بگو خلاصش کن. چشم. ما همکار و دوستای خوبی با هم هستیم. من آدم اجتماعی نبودم، خانم دکتر خیلی کمکم کرد که اجتماعی بشم و با مردم باشم. عوضش من عاشق طبیعتم. منم کمک کردم تا مرجان خانم بتونه یکی از مهمترین اعضای محیط زیست بشه. ما تو این 6 سال خیلی به هم کمک کردیم. به اسم کوچیکم که صداش میزنی؟ بعد جوری داری رو مخم شیرجه میری. قرار شد سانسور کنی، تاشو بگی فقط. تاشو بگو. چشم. فهمیدم تو این مدت کوتاه هم خانم دکتر هم خانواده‌اش خیلی به احترام میذارم، خیلی قبولت دارم. روزی نیست که خانم دکتر از معرفت و مردونگی و غیرتت چیزی نگم، مخصوصا از وقتی که برادرش برام به خانواده‌اش برگردوند. خب تا حالا هیچ وقت از احساساتم نسبت به خانم دکتر برای کسی چیزی نگفتم. به خودت چی؟ به خودش هم چیزی نگفتی؟ به خودش هم چیزی نگفتم. شانس آوردی، شانس آوردی به خودت چیزی نگفتی، وگرنه با من طرف بودی. چرا بود؟ حالا بهت میگم بچه مایی دار، بهت میگم. خیلی خوشحالم از اینکه مثل یه برادر با غیرت حواست به خانم دکتر هست، ولی من بچه مایی دار نیستم. آقا بودم تو بچه مایی دار نیستی؟ همین الان حداقل 800 میلیون پول تو حسابته. 100 میلیون فقط ماشینت میارزه، اندازه ماشین آقام فقط لباس تنته. ما میگه بچه مایی دار نیستن؟ یه عم آب پرتقال و نمیدونم کمپوت و جوجه کباب کردن تو شکمه. و تو بچه مایدار نیستی؟ آره خب واسه اون پولداری که الان 1 میلیارد اوتو زیر پاشه، آره بچه مایدار نیستی، ولی واسه امثال ما بچه مایداری، فهمیدی؟ حالا بچه مایدار تهشو بگو. تهشو بگم؟ آره. چه بایسته دی؟ پیاده شما دیریم کوچه خلوته با دعوا و دوئل سر عشق آینده. آره پیاده شو بگم. پیاده شو. Thank you.
پایین. ایجلو چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ با من قیده بکنی؟ آره من برای دعوا نمیام. ایجلو ایجلو بیا ایجلو اجازه بده. بیا خودت دفاع کن. اجازه بده یه لحظه اجازه بده بذار من حرفمو بزنم. بذار حرفمو بزنم خاصی بزنی بعدش منو بزن. من اومدم خونمو نشونت بدم. چرا اینجوری میکنی با من؟ خونت رو نشونم بدی؟ مثلا میخوای مال و منو تو بره خونه بکشی؟ شکلت به این حرفا نمیخوره. تو تنهایی تو لرو چوب پریدی؟ لگد زیر گربه زدی؟ اسم تو کدوم کتابخه نوشته واسه شاخ شدی تو؟ چرا اینقدر زود قضاوت میکنی؟ چرا اینقدر عجولی؟ من اومدم خونمو نشونت بدم. خونمو نگاه کن. اینجا خونه منه. خونمو نگاه کن. خونت اینجا؟ چه خونه من آقا بابا فهمیدیم ما بچه احساساتی هستیم میخوای با احساسات ما بازی کنی بگی بچه بزرسی هستی رو دل ما وسط بسوزاره چه دلیلی داره آقا بابا با احساساتت بسوزاره چه دلیلی داره دروغ بهت بگم من از 18 سالگی که از اینجا اومدم بیرون کار کردم و درس خوندم من هرچی دارم اول خدا و بعدم خدا برای بچه پرورشگاهی هیچ چیز سخت‌تر از تشکیل خانواده نیست 6 ساله از دختری خوشم میاد که حرف اول و آخرش خانواده است اون چیزی که من ندارم آقا بعد چند وقتی هم که مرجان خانم و خانواده‌اش از کشور خارج میشن معلوم نیست کی برگرده چه اتفاقی هم اونجا بیفته چی براشون پیش بیاد میخوام کمکم کنی بهادر جان کمکم کن اونا رو حرف تو حساب میکنن تو که برای مرجان خانم برادری کردی برای منم برادری کن من دیگه طاقت ندارم من از این برزخ در بیام آدمی تو موقعیت من خیلی تنهاست خیلی نه فامیل و دوستی که بتونم باش مشورت بکنم و از گذشتم بگم نه غریبه‌ای که بتونم بهش اعتماد کنم تو این شرایط تو تنها کسی هستی که میتونی من از این وضعیت در بیاری حرفایی رو هم که بهت زدم برای این نبود که دلت برام بسوزه فقط گفتم منو بهتر بشناسی بازم تاشو نگفتی تاشو میخوای بدونی آره بریم تو ماشین بقیه‌شو تو ماشین بگیر برو تو ماشین آقا بهادر نمیدونم چرا اومدم سراغت ولی تو بهم بگو چیکار برم سراغ خانم دکتر رو حرف دلم رو بهش بزنم یا اینکه قیدش رو بزنم و برم سراغ سرنوشت خودم هر کدوم از این دو راهو بگی من انجام ایم من میپرسی من میگم کفتر با کفتر قرقی با قرقی ببین داشت من خودم خوب میدونم خاطر خواهی بد دردی ولی تو باید بیخیال خانم دکتر بشی بی خود خودتو خراب نکن برو دنبال یک کیس مناسب یک کیسی که بفهمته درکت کنه به شکل روزت بخوره من خودم آبجیام 3-4 تاشون رو سراغ دارم فردا بهشون میسپرم یکیشون رو برات ردیف میکنیم یه دونه با وقاره با سواده با قیافته با وجاهته همه جوره خوب باشه ها؟ به نظرت این بهترین راهه؟ معلومه بعدشم بابای خانم دکتر من خوب میشناسم اصلا حرف اولشون خانواده است خود خانم دکتر هم که اصلا حرفش حرف آقاشه دیگه من این خانواده رو خوب میشناسم امکان نداره به جواب مثبت بده. پس نظرت همون کبوتر با کبوتر؟ 100%. یعنی خانم دکتر رو فراموشش کنم؟ فکر کنم این بهترین راه حل باشه. گریه کن. زجه بزن. بگردم واسون دلت. منم جای تو بودم همین کارو می‌کردم. البته این آمپول میمونه تا بخوای حالیت بشه کار تمومه یادت میره به جاش فردا خودم یه دونه با وقاره با قیافته با نجابت خوب برات پیدا میکنم نمیتونم فراموشش کنم بعد این همه سال به آسونی بکشم کنار نمیتونم آمد میتونی تلاش کن فردا قرار کوه داریم تو هم بیا کمکم کن میخوام دکتر حرف بزن میخوام از احساساتش نسبت به خودم مطلع بشم میخوام اگه قرار واسه همیشه فراموشش کنم آخرین سعیم هم کرده باشم میای میشه بیای آقا بهادر اگه تو نیای میام باشه میخوای بخواد نمیخوای باید بخواد Thank you.
برگشتی؟ با من بودی دایی؟ نه پا با شاهین شولی بودم. فکر کردم خوابی دایی. شاهین شولی دیگه که رفیق اجباریم بود. زوری با هم رفیق بودی؟ اجباری یعنی سربازی. رفیق دوره سربازیم بود. ایوه یه خاطره ازش بگو. حالی بزمون عوض چه بود؟ خاطره چه بعدم برای تعریف میکنم. الان حوصله‌اش نداره. ببینم با این پسر دعوا معوا که نکردی؟ نداری. حرفاشو خوب شنفتی؟ شنفتم. خب حرف حسابش چی بود؟ چرت و پرت. اصلا شکلش بخوام دکتر نمیخورد. بهش گفتم تو اصلا مال این صحبت ها نیستی. اصلا اسم تو رو تو کدوم کتاب نوشتن؟ تو اصلا تنهایی تو لر رجوب پریدی؟ لگت زیر گربه زدی؟ هیچ کدوم این کارها رو نکردی آخه؟ اما کفتر با کفتر، غرقی با غرقی. دایی جون اون قصه خاطرخواهیمو که واسه تعریف کردم یادته؟ آره دایی یادمه. مگه میشه یادم بره دایی؟ ما همه خاطرات شما رو داریم کتاب میکنیم، اینش واسه این اون میای. اون قصه همونجا تموم نشد، یه ادامه ای هم داره. من بعد اون خاطرخواهی بازم خاطرخواه شدم. نه او. اما این دفعه خیلی زود فهمیدم که قصه من و این خاطرخواهی قصه کبوتر و بازه. اون توی ارتفاع میپره، من توی ارتفاع دیگه. آبودون اون یه چیزیه، آبودون من یه چیز دیگه. حسیتش اگه ما دوتاره بندازن توی اتاقا، من میزنم پروبال اون بند خدا رو میریزم. بعد دیدم این کمال نامردیه، آدم کسی رو که دوست داره باعث رنجشش بشه. واسه همین قید این خاطرخواهی رو زدم. دایی جون ما آدمی زاده ها بعضی وقتا جفتمون رو درست انتخاب نمی کنیم. هیچ پرندهی و خزندهی و چرندهی و درندهی و دوندهی ما سراغ نداریم که جفتشون رو درست انتخاب نکنن. فقط آدمی زاد. میدونی چرا؟ نداری چرا؟ چرا داری؟ داری؟ زمان یکم بهادر شفیع با بیش از 800 سال جد اندر جد سابقه مددجویی در محیط زیست در خدمتگذاری شما هست. آقا بهادر ترسیدم. کوچیک شما میخوام دکتر. بازم تغییر کردیم. ما هاتون صاف کردیم. بله گلاد 6 ماهه عیدانه برای جوانان دم وقت. آقا بهادر گلاد همون بهتون میاد. بله یه خود باید توکگیری بشه، فقط این توکاش میاد تو چشم اذیتم میکنه. نه بهتون میاد. خب بری خواهم دکتر. آقا دکتر نیومدن هنوز. کدوم دکتر؟ دکتر زرین که پاتون ماینه کرد. آه دکتره اون نمیاد. نمیاد؟ شما کجا میتونید؟ من نمیدونم. نه یعنی گفتم که نمیاد. دیدم همه گروه اومدن، شما اومدی مثلا ما اومدیم اون نیومده. گفتم حتما نمیاد. نه میان. به کی داری زنی میزنی؟ به آقای دکتر. چی کارش داری؟ ببینم چرا نیومدن. نمیان در دسترس نیست ها؟ خاموشه. همون دیگه پیچیده رفته تو پیچ. نه آقا بهادر. چرا دیگه؟ شما مرده رو نمیشتستی. اصلا مرده با قولش. مردی که به قولش وفا نکنه مرد نیست خانم دکتر. قد عصبانی میشن دست آدم های بدقول. ما الان مطمئن باش الان با یه ازنبانی ازنبانه ای تو کوههای اطراف و هومه داره میچرخه و آشغالا رو جمع میکنه. و ازنبانه؟ ازنبانه میشه مهندس ازنبانه. اصلا ما الان ازنبانیم شما ازنبانه. هی تنیس میگیره دیگه. من ازنبانه هم؟ بله شما ازنبانه.
خانم دکتر بریم، بریم واش خدا دارن صدا میکنن. الان میایم، الان میایم. من یکم دیگه منتظر میمونم. سابقه بدقولی نداشته. میخوای من بیشتر بمونم؟ نه، شما بریم. پس بایز ده تو. خیلی. بری تو پارکینگ بخور دیگه، لاجون شدی، ریقو شدی. دست در نکنه بابا. اگه این بهادر این عادت دیر کردنشو ترک میکرد، این عادت بدو سر سفره به موقع حاضر میشد دیگه. نور علا نور. حسین جان قول داده که زود برگرده. ای بابا قول نزنین دیگه آقا جون، بعد دادشم کوهنورد شده. میگم که کاش که چند تا عکس میگرفت به اشتراک میذاشتم مثلا. نه قاب میکرم میذاشتم رو تاقچه. همه رو ریختی آمینا. چوبسکی تو چندم؟ چوبسکی همو گذاشتم برای فروش با یه سری چیزای دیگه. مادر حواست کجاست؟ ناری هدوم اونا که به جونت بند بود. جون خاک بر سر آدمی که جونش چوبسکی باشه. برو بابا، جون من توی هانی، جون من جیگرام. همی حرفو چیه تو میزنی؟ وای شما تو تمین فیلم اندیا شد. ببخشید قامت خواهر خودم میگم آخه این بندوش کلا یا از این بری میفته یا از اون بری. اصلم گلم جانم آقا جون. عروسک بابا بفرمایین آقا جون. ملوسک بابا آقا جون افتاده رو دور دوباره. چرا صبونتو نمیخوری گلم؟ خیلی قربونتون برم. راست میگی. ببخش جزای ذهنم درگیر شد، داشتم حساب میکردم ما چند وقت اینجوری دوره هم جمع نشدیم. از بعد فوت ماما شمسیم دیگه. دایی جون گذشته رو ولش کنی، به این فکر کنی که چند سال دیگه قراره همینجوری دوره هم بشینی. آوینا یه خود ولوشو رو بابات. این قشنگه. آخه چه حرف قشنگی زدی قربونت برم. آه بفرمایی. اینم داداش بهادرم. بخور خانه لقمت دیگه. سلام علیکم. سلام، خوبین؟ ممنون. ببخشید این وقت صبح مزاحم شدم. نه خواهش میکنم. اتفاقی افتاده؟ بله یه اتفاقی افتاده. چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ نه بابا نگران نشین، اتفاق بعدی نیفتاده. راستش بخواید با بابا صحبت کردم که. بفرمایین تو. ممنون. بله راجع به عروسک ها گفتن یه مشتری خوب برای عروسکاتون پیدا شده. نه یعنی نمیخواین عروسکاتون رو بفروشین؟ نه نه چرا، یعنی منظورم اینه که اصلا باورم نمیشه. نه باور کن، اگه راستش رو بخواید با بابا صحبت کردم، گفتم که. بفرمایین تو. ممنون. البته اگه شما موافق باشین، دیدم دمه ایده با همه جام شلوغ پلوغه، بگم بابا یه وانت از شرکت بفرسته که عروسکا رو بار بزنه ببره، من و شما بعدش بریم واسه عقد قرارداد و گرفتن چک. نه یعنی موافق نیستیم؟ نه نه چرا، اتفاقا یعنی من سیرم اینکه کلا خیلی خوشحال شدم. تازه وقتی فهمید قرار نصف پول عروسک ها بره برای زلزله زده ها. بله نصف کرده بودم. بله زلزله زده ها. خیلی خوشحال شد و گفت من حاضرم 10% بیشتر پول بدم. 10%؟ واقعا راست میگین؟ این که دیگه عالی میشه. اینجوری من میتونم اصلا یارانم رو ببخشم. چیتون رو ببخشین؟ یارانه؟ ببخشی شما میدونین یارانه چیه؟ ها استاد بهادر و لاتی و رایانه و اینا دیگه. رایانه اصلا یه چیز دیگه است. بالا اونقدر هم فرقی نمیکنه. اتفاقا خیلی هم فرق میکنه. یه آدمی مثل شما اصلا نمیدونه یارانه چیه، اون وقت یه آدم دیگه اصلا مهم نیست. حالا ادامهش ندیم. من فقط خواهش کردم دارم اینه که هر وقت فهمیدین یارانه چیه لطفا از گرفتنش انصراف بدین، ببخشینش. چشم. اصلا اگه شما میگین همین الان میرم انصراف میدم. وقتی شما میگین انصراف بدم یعنی حتما یه چیزی بر ضد من و ضرر منه، پس من هم دیگه این کار میکنم، چون دیگه همه عالم و آدم میدونن که شما منو یعنی
به انسان‌ها علاقه دارید. بله شما درست میگه، من کلان آدم ها رو خیلی دوست دارم. جمله قشنگی هم گفتین، همونقدر که گرفتن یارانه برای یه سری آدم ها اصلا لازم نیست، اتفاقا برای یه سری آدم دیگه خیلی هم لازمه. چشم، دیگه اگه موافق باشیم بریم برای عروسک ها و... بله اصلا یادم رفت. بفرمایین تو، خواهش میکنم. بفرمایین، خواهش میکنم. بفرمایین، خواهش میکنم. بفرمایین تو، خیلی هم به زحمت افتادی. خواهش میکنم. از پدرم تشکر کنین. خواهش. سوسن جان. آقا جون. سلام علیکم. سلام علیکم. راستش پدر آقا پرهام زحمت کشیدن یه مشتری خیلی خوب برای همه عروسکان پیدا کردن، حاضرن 10% هم گرونتر از جاهای دیگه از همون بخرن. خدا رو شکر دست آقا پرهام درد نکنه، دست پدرشون هم درد نکنه، دست اون مشتری هم درد نکنه. حالا صبونه خوردن؟ آقا پرهام صبونه خوردی؟ صبونه خوردی؟ نه دیگه من مزاحم نمیشم، ما زودتر کارهای عروسکا رو بکنیم که بابا منتظره. مزاحم چی؟ شما مراهمین، بفهمه یه صبونه بخورید با هم. اگر اجازه بدین میخواید اول صبونه بخوریم بعدش من و آقا پرهام میایم بسته بندی میکنیم عروسک ها رو که وانت میاد دیگه معطل نشن ها؟ این درسته عروسکم، بفرمایید بفرمایید یه صبونه دست جمعی با هم بخوریم. آقا بهادر بازم من ترسوندم. اشتباه شد خانم دکتر، دو تا کیسه سست خودشونو کشتن، یکی سرم پر نکردن. خودم تنهایی 800 تا کیسه امشب پر میکنم، همه رو خالی میکنم میرم. چی شد میاد؟ نایمه؟ نکنه براش اتفاقی افتاده. بابا چه اتفاقی خانم دکتر؟ نگران نباشین، بادم جونو به معافت نداره. گفتم کلام با اوزو مانن و دیگه. آبا آدو میگم خانم دکتر، حالا به احوال اگرم بیاد ما همینجا هستیم دیگه، بیادم میبینتمون دیگه، ما همچه تابلوی ما پیدا هم میکنه. شما بیان آشقالا دارن صدا همون میزنن هیز همون بسته ها همینجور منتظر ما. بفر بفرم خودم بینیم آشقالا رو فلان جمع کنیم. باشه بفر. کیسه داری؟ بله. اونو بدیم همین یه نو برکنیم. نو شده آقای بهادو. بله. میشه یه سوالی بکنم؟ بله. چی شما رو خوشحال میکنه؟ ما رو خب خیلی چیزا خوشحال میکنه. منظورم اینه که چی بهتون آرامش میده؟ خب فلاف. فلاف؟ همون فلافله دیگه. فلافه به ما آرامش میده دیگه. کلب چه من جو؟ کلب چیه؟ کله پاچه دیگه، تا میخوریم خوابمون میگیره، آروم آروم میشه. شما خیلی با نمکین ها بوده. منظورم یه چیز دیگه است. مثلا میدونی چی منو خوشحال میکنه، بهم آرامش میده؟ کوه، جنگل، سمی درخت که الان بهش تکیه دادم. ما اتفاقا کوه و اینا خیلی بهمون آرامش میده. ما البته نه این کوه ها، با کوهای دیگه. کدوم کوه؟ بگم؟ بگی. همون کوهی که آهو توش داره آی بله. آخ همون کوهی که آهو توش داره آی بله. از این مدل کوه ها بود. البته از اون کوه های بلند هم دوست دارم که بفروشه عقاب از روش میپره و اینا رو، اونا رو خیلی دوست دارم. خیلی خوب. خب چی شما رو عصبانی میکنه؟ ما کلن رو اسم آبجی همون خیلی حساسیم، حتی کلن رو ناموس حساسیم. این ناموس خودمونم فقط نه، رو ناموس همه حساسیم، یعنی رو ناموس همه ملت حساسیم. یعنی ببینیم یکی چشتاشی به ناموس کسی داشته باشه یه خون جلو چشامون رو میگیره و خون به مغز نمیرسه. واقعا آقا بهادر؟ بله ما هم چه آدمی هستیم. شما چی عصبانیتون میکنه؟ منو؟ واقعا اگه یکی مسواک نکنه عصبانی میشه. بله واقعا هم عصبانی شدن داره بابا. خب بگین که چی شما رو میترسونه؟ ما کلا هیچی نمیترسیم، ما هیچ کسی نباید بترسه چیزی. بالاخره یه چیزی هست که آدم بترسه ازش. ما هیچی نمیترسیم. میدونین من از چی میترسم؟ من از اینکه یه موثر خانواده هم کم بشه واقعا میترسم. اونو که ما هم میترسیم، ما اصلا خیلی نگران مو خانواده‌ام. نه تنها ما، کل خانواده نگران موهاشون هستن. مثلا مخصوصا آبجی کوچیکم بهنوش اینقدر نگران موهاش، یه کلیس میزنه رو موهاش که اصلا از موهاش نریزه پایین. مو خیلی نگران مو خانواده است. نه منظورم اون نیست وای، شما خیلی با نمک اینا. خب بعدو خب آرزوتون چیه؟ چی بگم والا، ما خب خانم دکتر آرزومون اینه که یه عیالی داشته باشیم، سه تا بچه یه قد و نیم قد داشته باشیم، افسانه فرزانه پروانه. آخی اسم سه تاشون هم انتخاب کردیم. بالاخره مرد باید آتیه نگر باشه، باید به فکر آتیهش باشه. ما خیلی نگران آتیه فرزندانمون و خودمون هستیم و خانواده. سه تاشون دختر.
آره دیگه بالاخره دختر باباییه، معمولا میگن دختر به باباش میره، ما هم دختر بیشتر دوست داریم. خانم دکتر شما آرزوتون چیه؟ آرزوی من؟ آرزوی من شرکت در کنفرانس پروفسور نیربر مورمانه. کی؟ پروفسور نیربر مورمان، فعالیت ایشون در رابطه با تکنولوژی دندون پزشکی. مرده؟ بله. چشم روشن؟ بله. منظوری که چش روشنه دیگه. آره چشاش روشنه، میشناسینش؟ اسمم میشناسم، قیافتم حضور ذهن ندارم. کاشکی دکتر زرینم الان اینجا بودن. که چی بشه؟ آخه معلوم نیست که من دوباره کی میخوام بیام با این سفری که در پیش دارم. بعدم هفته بعد من نباشم کی میخواد این طبیعت رو تمیز کنه؟ اختیاری میخوام دکتر، تا موقعی که اوزنبانه درجه ای که مثل بنده جلوی شما وایساده، شما مثلا 1% نگران زباله ها نباشین. بنده از حالا تا 800 سال دیگه قول میدم که نسل در نسل مسئولیت کلیه زباله های تهران، هومه تا اونور گینه بیساو و چچن همه رو خودم به عهده بگیرم، مثلا با خانواده همه اکیپی. شما مثلا نگران اینا نباش. خانم دکتر بله، منم میتونم یه سوال از شما بپرسم؟ بفرمایید. میگم بفرمایید بگید. شما راجع به ما چی فکر میکنید؟ راجع به شما؟ من؟ از چه نظر؟ از نظر سکنات، بجنات، منظورم کلی عرض میکنم خدمتون، یعنی یه میکس بخوای اما در بیاری اصلا توی یه کلمه بگی مثلا ما چی؟ واقعا میخواییم بدونیم. از نظر من شما یکی از بهترین مردایی هستین که تو زندگیم دیدم. شرطم کنم داشتم با اجازه. باقی باقی اون روز مطمئن بودم دکتر روزبه زرنی یه جای همون دونه براست، یه جوان خودساخته زحمتکش که بدون اینکه بدون منم خواستی باره خانم دکترم ازم خواسته بود واسهش برادری کنم. جواب سوال دائم رو پیدا کرد، این که چرا بین تمام موجودات فقط این آدمیزاده که بعضی وقتا جفت مناسبش رو پیدا نمی‌کنه. چون بین موجودات فقط آدمی که بلند پروازی و رویا داره. دائم میگه به تعداد آدم‌ها جفت مناسب واسه ازدواج وجود داره، ولی بعضیا راحت از کنار جفتشون میگذرن، اصلا اینگاه نمیبیننش. بعضیا جفتشون رو گم میکنن. عجب جمله گفتی دایی، چک پاکرم دایی. ولی اون بعضیایی که جفتشون رو پیدا میکنن و نگهش میدارن خوشبخت. هیچ وقت نفهمیدم چرا اون روز توی کوه نتونستم حرفای دلم رو بخوام دکتر بزن، اصلا زبونه نمیچن. خوام دکتری که واسهش زندون رفتم، واسهش جنگیدم، حبسشو کشیدم، واسهش تلاش کردم، ولی فهمیدم که دنیای من و خانم دکتر خیلی با هم فرق، خیلی با هم فاصله داره. شاید خانم دکترم از من خوشش اومده، شاید اگه ازش خواستگاری میکردم نه نمیگفت، ولی خودم چی؟ خودم که فهمیده بودم به دردش نمیخوام. من نمیتونم اونو خوشبخت کنم، نمیتونم اونو به آرزوهاش برسونم. از یه برم خب سخت بود رویاهای بالا سر خودم رو خط بزنم، سخت بود خانم دکتر با دکتر روز به کنار هم تصور کنم، ولی واقعیت هم خدا ما رو واسه خانم دکتر نساخته. خانم دکتر ایشاله که هر جا هستی سعی و سلامت باشی، سایه و دکتر روز من رو سعید باشی. Thank you.
الان حالم خوبه، چون از سر راه دو نفر که باز به هم نرسیدن کنار بود خوشحالشون کرد. خودم هم خوشحالم، خوشحالم که کمک کردم سوزن دوباره بخنده، خوشحالم که کاری کردم بهار خیالش بابت آقا جون من راحت بشه، دوباره بتونه درس بخونه، دانشگاه بره، آرزویی که خیلی وقت بود فراموش کرد. بله. خوشحالم که در خونه رو خواستگارش باز کرد. بله میتونی تشریف بیاریم، ولی بله اجازه بدی من یه سوالی بکنم از بابا مینا. خوشحالم که کمک کردم بهنوش و حامد جایی که لجبازی کنن و طلاق بگیرن بشینن و با هم حرف بزن، گپ بزن، درد و دل کن، واسه هم نقل و نبات تارو کن، حرفای همو بشنفن، نقل و نبات بزنن درنه. خوشحالم که کمک کردم آقام تو این سن و سال تنها نباشه، یه همدم داشته باشه، یه محرم راز داشته باشه. محرم رازت میشم، عروس نازت میشم. آقا جون هر جستی شلو تان تنت سلامت باشه، سایت بالا سر ما، بالا سر خانواده، خانواده ای که در جامعه حکم بشر. از بچه یه هر وقت کار خوب میکردم یه اتفاق خوب برام میفتاد. مادرم خدا بیاموز میگفت نگو اتفاق، بگو خدا، بگو قسمت. روزی که از محدوده خارج شده بودم روز 31 بود، یعنی یه روز از تعهدم بیشتر، واسه همین رئیس زندان آزادم کرد تا سال تحویل سر صفحه حفظی کنار خانواده‌مون باشیم و عید مبارکی کنیم. حالا که فکرشو میکنم میبینم اون همه تلاش واسه رسیدن به خانم دکتر همچی بی خودی هم نبود، قسمتی توش. درسته به خانم دکتر نرسیدیم، عوضش یه خانواده داریم که با هیچی عوضش نمیکنه. ایشالله همه بچه ها همه جوان ها برگردن به خانواده هاشون، خانواده هاشون رو جمع جور کنن، پرچم خانواده رو بالا بگیرن. ایشالله که پرچمش خانواده ای نره تو وایتکس. خدایا شر هرچی مچ پاکلوفت و ماشموخه، هرچی پاشنه ترکیده است، از سر همه خانواده ها بدر کن. خدایا شکر عید همه مبارک باشه. باور کن به نگات ندونم، من عشقو تو چشات میخونم، وقتی تو دلی من باشی تا ابد مجنونم. من با تو دلخوشی میسازم، با حرفات دلمو میبازم، ای حس گرمی آوازم من به تو مینازم. همیشه با من همراهی، تقدیر منی خواهی نخواهی، باور کن به نگات مدیونم، من عشقو تو چشات میخونم، وقتی تو لیلی من باشی تا ابد مجنونم. من با تو دلخوشی میسازم، با حرفات دلمو میبازم، ای حس گرمی آوازم من به تو مینازم.
هزار هزار بهار گل یه گوشه یه نگاته، هزار قناری عشق تو مخمل صداته، بهار و سبز و عید اینا همش بهونه است، هزار هزار سبد گل تو عطر نفساته. باور کن به نگات مدیونم، من عشقو تو چشات میخونم، وقتی تو لیلی من باشی تا ابد مجنونم، من با تو دلخوشی میسازم، با حرفات دلمو میبازم.